سرخط تازه ترین ها. عامر حوزه اول امنیتی پلیس شهر پل علم ولایت لوگر ترور شد. طالبان 33 زندانی دیگر دولت را آزاد کردند. دیدار رئیس جمهور غنی با لیدر سیزان پاکستان و بریتانیا. همچنان عبدالله عبدالله رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان در کابل دیدار کرد و همچنان در پایان. به نقل از فیسبوک نوید سلطانی، دو قماندان طالبان در ولسوالی گرشک ولایت هلمند برای به دست آوردن این پسر 3 تن را کشته و 5 تن دیگر را زخمی ساختند. به نام یاد خدا و با عرض سلام به که دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. رئیس شورای ولایتی لوگر میگوید که این حمله پس از چاشت امروز در منطقه چوک شهدای شهر پل علم رخ داده است. با گزارش اسپورنیک به نقل از سلو نیوز، شاپور احمدزی عامر حوزه اول امنیتی پلیس شهر پل علم ولایت لوگر در حمله افراد مسلح ناشناس در این ولایت جان باخت. حسیب الله استانکزی رئیس شورای ولایتی لوگر میگوید که این حمله پس از چاشت امروز دوشنبه در منطقه چوک شهدای شهر پل علم رخ داد. با گفته آقای استانکزی در این رویداد خالد یعقوبی عامر پیشین حوزه اول امنیتی پلیس پل علم زخم برداشته است. طالبان 33 زندانی دیگر دولت را آزاد کردند. گروه طالبان میگویند که 33 نیروهای امنیتی امروز از ولایت‌های کندهار، اروزگان و فرا آزاد شدند. با گزارش اسپوتنی، گروه طالبان با نشر خبرنامه امروز دوشنبه دوم می اعلام کرده است که 33 نیروی امنیتی دیگر را امروز در ولایت‌های کندهار، اروزگان، فرا به مناسبت ماه مبارک رمضان از بند آزاد کردند. این در حال است که گروه طالبان با نشر خبرنامه به مناسبت عید فطر 3 روز آتش بس اعلام کرد. این گروه به افراد تحت امر خود دستور داده است که از اول تا 3 عید حملات تعرضی را متوقف کنند. در خبرنامه به افراد طالبان گفته شده است که اگر در این 3 روز جانب مقابل حمله کند به دفاع مناطق خود بپردازند. افراد طالبان از رفتن به ساعات تحت کنترل دولت منع شدند و به همین ترتیب از آنها خواسته شده است که نیروهای دولتی را اجازه ورود به ساعات تحت کنترل خود ندهند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از اعلام آتش بس توسط طالبان در روزهای عید استقبال کرده است. عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی در واکنش به اعلام آتش بس از سوی طالبان در روزهای عید فطر گفته است که راه حل بیرون رفت از بحران کنونی کشور، تسریع مذاکرات، اعلام آتش بس دائمی و خط همیشگی جنگ می باشد. دیدار رئیس جمهور غنی با لیدر سیزان پاکستان و بریتانیا. رئیس جمهور قبل از ظهر با جنرال قمر جاوید باجوه لیدر سیز پاکستان و جنرال سرنی کارتر لیدر سیز بریتانیا دیدار کرد. با گزارش اسپوتنیک، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز بعد از ظهر 10 می در این دیدار در خصوص روند سال، روابط افغانستان و پاکستان، نقش پاکستان در پروسه صلح و ختم خشونت‌ها در افغانستان بحث و گفتگو کرد. او افزود که نقش کشورهای منطقه به ویژه پاکستان در برقراری صلح و تاثیرگذاری این کشور بالای طالبان بسیار مهم است و دو کشور همسایه را به جز احترام متقابل، حسن همجواری و همکاری اقتصادی ندارند. رئیس جمهور تاکید دارد که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد و تاکید طالبان برای حل نظامی برای مردم افغانستان غیر قابل پذیرش است و مردم افغانستان خواستار صلح عادلانه و پایدار از طریق بحث و گفتگو هستند. آقای غنی ثبات هر دو کشور را با همدیگر مرتبط دانسته و خواستار نقش مؤثر و صادقانه پاکستان در زمینه تامین صلح عادلانه و پایدار در افغانستان گردید. این در حالی است که شورای عالی مصالحه ملی اعلام کرد که دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در دفتر کارش در قصر سپیدار با جنرال قمر جاوید باجوه رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان همچنان دیدار داشته است. عبدالله عبدالله رئیس ستاد مشترک ارتش با پاکستان در کابل نیز دیدار کرده است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی و رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان بر شروع مذاکرات معنادار بین الافغانی تاکید کردند. با گزارش اسپورنیک، شورای عالی مصالحه ملی امروز دوشنبه دوم می با نشر خبرنامه اعلام کرد که دکتر عبدالله عبدالله
رئیس شورای عالی مصالحه ملی در دفتر کارش در خط سپیدار با جنرال خمر جاوید باج و رئیس ستاد ارتش پاکستان دیدار کرد. در این دیدار رئیس ستاد مشترک پاکستان گفت که کشورش معتقد است که راه حل نظامی در افغانستان وجود ندارد. یگانه راه حل دست یافتن به یک موافقه سیاسی از طریق مذاکره و گفتگو و تفاهم روی تشکیل یک حکومت مشمول و تدبیر انتخاب می باشد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی همچنان تاکید کرد که طالبان از فرصت پیش آمده برای مذاکره و اصل استفاده درست نکردند. او افزود که اگر طالبان خواهان تحمیل راه حل نظامی باشند، این رویکرد باعث تداوم جنگ و مخالفت مردم در برابر آنان خواهد شد. دکتر عبدالله افزود که اگر افغانستان سلامه است که طالبان بخشی از سیستم باشند، به نفع مردم افغانستان، کشورهای منطقه و جهان است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی تاکید کرد که راه حل نظامی عملی و قابل قبول برای مردم افغانستان نیست. با نقل از فیسبوک رسمی نوید سلطانی، دو قماندان طالبان در ولسوالی گرشک ولایت هلمند برای به دست آوردن این پسر 3 تن را کشته و 5 تن دیگر را زخمی ساختند. غنی به نیروهای دولتی، آتش‌بس را در روزهای عید مراعات کنید. دولت افغانستان پیشنهاد آتش‌بس از سوی طالبان در روزهای عید را پذیرفته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به نیروهای امنیتی دستور داده است که به احترام روزهای عید آتش‌بس را مراعات کنند. طبق اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، غنی همچنان به نیروهای امنیتی دستور داده است که مثل همیشه در تامین امنیت مردم افغانستان بکوشند و در صورت تخطی دشمن در دفاع از مردم کوتاهی نکنند. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری که روز دوشنبه 20 سر نشر شد، آمده است که تاکید دولت و مردم افغانستان بر آتش بس فوری و واقعی دائمی می باشد. طبق اعلامیه ارگ، توسل به خشونت، قتل و کشتار افراد ملکی، انهدام زیربناها و اماکن عامه نه تنها در روزهای عید بلکه در هیچ روز جواز شرعی ندارد. در این اعلامیه تصریح شده است اکنون که نیروهای بین المللی از افغانستان خارج می شوند و مراجع معتبر دینی و علمای جهان اسلام جنگ در افغانستان را خلاف رهنمودات دینی می دانند، طالبان هیچ دلیل شرعی برای ادامه کشتار مردم افغانستان ندارند. ارگ می گوید که طالبان از عملیات چند هفته اخیر خود این را باید آموخته باشند که محاسبهشان از پیروزی در میدان جنگ در مقابل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اشتباه محض بوده است. دولت به نمایندگی از مردم از طالبان خواسته است که به خواست مردم برای آتش بس دائمی پاسخ مثبت بدهند و به میز مذاکره حاضر شوند. گروه طالبان با نشر خبرنامه به مناسبت عید فطر 3 روز آتش بس اعلام کردند. این خبرنامه بامداد روز دوشنبه 20 سر 3 روز پیش از عید نشر شده است. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال را سابسکرایب نمایید. شبتان خوش.